پیش تقواست. اگر انسان تقوا داشته باشه، تقوای حقیقی رعایت کرده باشد، ادب نسبت به خدای متعال را آنگونه که عقلا میفهمند، آنگونه که شایسته خدای متعال هست، اون که در حد ما نیست، شایسته خدای متعال انجام نمی شود، نه اطاعت انجام می شود، نه تخلق انجام می شود، نه شناخت انجام می شود، نه ادب، هیچ کدام اینو انجام نمی شود. اما اونی هم که ما خودمون میگیم، که خب ممکنه که این فهمی رو که ما نسبت به خدای متعال داریم، نسبت به صفات او، نسبت به اخلاق او، نسبت به واجبات او یا رعایت ادب و مانند اینا، ممکنه فهم ما ناقص باشه، فهم ما مدلل نباشه، روشمند نباشه. بنابراین باید به عقلا مراجعه کرد، کسانی که روشمند میفهمند برخی از نکات و گفته هایی رو که حتی از آیات روایات استنباط می کنند یا می کنیم. اسناد اینها به خدای متعال خلاف ادب است، اسنادشون به انبیا و اولیا خلاف ادب است، خلاف ادب است، ولی اینکه روایات متعدد هم وجود داشته باشد. ببینید، اگر خدای متعال نه خدا باشد، نه واجب الوجود باشد، نه غنی به ذات باشد، نه فیاض علل اطلاق باشد، نه جود مطلق داشته باشد، نه هیچ کدام از اینا ندارد، یکی مثل ما باشد، کسانی را دعوت کرده است، مخصوصا کسانی که وقتی حالا ما دوستان و هم ترازهای خودمون رو میگیم، نه، غلامانش را دعوت کرده است، فقرا را دعوت کرده است، ضعیفان و مستضعفان را دعوت کرده است، سفره و پهن کرده، انواع اقسام اطعمه و اشربه در اختیارشون قرار داده، استفاده کردن. بعد میگه خب سفره جمع کنیم، میخوام ازتون محاسبه بگیرم. چجوری میخوام حساب بگیرم؟ میگه خب اجاق گاز روشن کنیم، برید رو اجاق گاز بیستید، بعد بگید که چی خوردید، چه اندازه خوردید، چرا خوردید. این اگر ما و شما بودیم، نه خدای متعال، نه انبیا و اولیا، نه فرشتگان مقرب الهی، ما اگر بودیم مهمونی دعوت میکردیم، بعد از مهمونی سوال میکنیم که چقدر خوردی، چقدر نخوردی. اگه خیلی نگران باشیم، وقت خوردن نگاش میکنیم، دفعه بعد دعوتش نمیکنیم. اما اینکه سفره رو پهن کنیم، طلبشون کنیم، دعوتشون کنیم، بعد بگیم، روایت داریم که درباره این فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، یه نقلی در تاریخ اومده است که حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه این حساب و سوال و پرسش و پاسخ در مورد قیامت رو کاملا تفهیم کنه به اصحاب، یک مقداری پول داد به، مثلا یک درهم داد به جناب سلمان رحمت الله و رضوان الله، یک مقدار دیگری هم مثلا یک درهم هم به جناب ابوذر صلوات الله علیه، و فرمود که خب برید خرج کنید بیاین. اونا رفتن، سلمان همین که رفت بیرون، فقیر رو که دید، در اختیار فقیر قرار داد، گفت این قربت الله وردار، خرج کن، هر کار دلت میخواد. ابوذر رفت خونه، دید که مثلا کوزش ایراد داره، گفت کوزه رو بریم بش بزنیم، لحیمش کنیم. دید کفشش هم مثلا ایراد داره، مشک آبش هم یه جاییش، خونش هم یه مقدار اینجا داد، یه مقدار نون خرید، یه مقدار چند روز مثلا آب نداشتن، گفت به یک سقا گفت که، یا ساقی گفت که برو آب ورده بیار، و مانند اینها در موارد ضروری زندگیش خرج کرد. بعد فردا که اومدن، حضرت فرمود، بر حسب نقل فرمود که آتش روشن کنید، آتش روشن کردن، گفت یک سنگ پهنی هم بگذارین روش تا گرم بشه، وقتی سنگ داغ شد بهش گفت که خب حالا یکی یکی برین اینجا روی این سنگ جواب بدین که پولی رو که دیروز بهتون دادم چه کار کردین. ما قیامت اینجوری حساب میگیریم. بر حسب این نقل سلمان رحمت الله علیه رفت رو سنگ ایستاد و گفت که انفقت فی سبیل الله، پرید پایین، کف پای سوخت، ولی چقدر طول کشید؟ به اندازه انفقت فی سبیل الله 2 ثانیه، احتمالا 3 ثانیه. گفت که حالا دیگه اضافه کنیم دیگه، گفت ای کاش من از پیامبر نگرفته بودیم، تازه گرفتیم انفاق در راه خدا کردیم، کفمون سوخته. اگر نگرفته بودیم راحت ترینشون بود، نمیگرفتیم، الان نه حسابی بود نه کتابی بود، خیالمون تخت راحت. گفت خب ابوذر تو برو. رفت و گفت این یک درهم را، یک کوزه را تعمیر کردم، نتونست پای سوخت، اومد بیرون، اومد پایین. بهش گفت دوباره برو جوابش دنبالش رو جواب بده.
خب حالا فکر کنین که اگه یک درهم اینجوری باشه، این بهتر نیست که آدمیان هیچی نداشته باشن؟ هیچی نداشته باشن، نه اینکه داشته باشن در راه خدا هم مصرف کنند. چون فی حلالها، حلال یعنی هم کسب حلال هم مصرف حلال حساب داره. حرامش که دیگه پیداست که گرفتاری داره، اون حساب کردنم در قیامته. در روایت داره که چنان در قیامت هوا گرمه که گویی خورشید اومده نزدیک کاسه سر انسان‌ها، فقط نچسبیده به سر انسان‌ها، به گونه که یکم سرشونه بیرم بالا تا خورده به خورشید، این گونه گرمه. خب حالا این روایت، حالا کار به سندش هم نداریم، چون معمولا اینها سند ندارن، یا اصلا سند ندارن، یا اگه داشته باشن مرسل هستن، یعنی وسط ها حلقه های مفقوده داره سندش. حالا برفرض که این گونه باشد، به نظر شما خدا نه ما باشیم همچی کاری رو با غلامانمون انجام میدهیم، با کارگرانمون انجام میدیم که بگیم خیلی خوب حالا دیگه کارتون انجام دادین، میخواییم برین، بیاین بشینین یه چایی هم بخورین، اگر چه بر من واجب نیست به شما چای بدن، شما هم حقی ندارین، بیاین یه چایی بخورید. بعد وقتی چایشون رو خوردم، این خب حالا اول بگذاریم که چقدر خوردیم، برای چی خوردیم، نمیخوام ازتون پول بگیرم، اما میخوام شما خودتون بگین چقدر خوردین. اینا رو توجه داشته باشیم که چیزی رو که به خدای متعال نسبت میدهیم باید شایسته مرتبه فیاض علل اطلاق باشد، البته در همه مواردها، نه فقط در مورد خدای متعال. به انبیا هم نسبت میدیم باید همین گونه باشد، به اولیا هم که نسبت میدیم باید همین گونه باشد، باید آنچه را که به انبیا و اولیا و انسانهای صالح نسبت میدهیم باید شایسته اونها باشد، مناسب جایگاه و مقام اونها باشد. بنابراین در برخی از موارد رو که مخصوصا شایسته نیست، این یک، دوم این که سند ندارد، این رو احتیاط کرد. این که حالا نقل میکنن، حالا در کتاب های مختلف اومده، در کتاب آوردن کاری نداره که، در کتاب های مختلف اومدن که علیعوذ بالله رفتن در خونه امیر المؤمنین، تناب به گردنش انداختن و میکشیدن میآوردن. این تعبیرها رو باید توجه داشته باشیم که امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فاتح خیبر است. کی جرأت میکنه همچی کاری کنه، همچی کاری انجام بده نسبت به حضرت؟ درسته که ظلم کردن، ستم کردن، حضرت هم سکوت کرد، ولی خب شما نگاه کنیم بقیه امامان علیه السلام رو، وقتی که سمو بهش دادن به امام رضا علیه السلام، عرض کرد اون نانجیب که این سم رو باید بخوری، کار با انجام با آخر رسیده است. گفت به اختیار خودم نمیخورم. گفت اختیاری در کار نیست. یه اشاره کرد، اون چاقوکش ها اومدن، اون شمشیر به دست اومدند، حضرت دید که اختیار ندارد، ظرفو از دستش گرفت تا تهشو خورد. اینجوری نیست که کاری رو که انبیا و اولیا انجام بدهند در شأنشون نباشد و سبب وهن پیامبر، امام، حجت خدا، ولی خدا بشود. در برخی از موارد کسی گفت که اگر چنین کار سوء ادب و خلاف ادبی رو نسبت به ولی از اولیا، نبی از انبیا انجام بشود، عالم به هم می‌ریزد، سخن نادرستی نخواهد بود. بنابراین حالا یه جای اگه سند داشته باشد، کاملا روشنه، دلالت واضحه و هیچ تأویلی، تفسیری و مانند اونها نداریم، هیچ راهی وجود ندارد، این موارد رو استثناء حالا گفتیم هم گفتیم، اگرچه اینا هم خلاف عقل رو نباید گفت، اما در مواردی که اصلا سند وجود نداره، اونم در مورد کسی مانند امیرالمؤمنین، که او همون امیرالمؤمنینی که در فتح خیبر به قوت ربانیه در قلعه خیبر رو از جا کند، در سنگی، باید که حالا در کشور ما که الان نیست، در همدان هنوز یکی دو تا در سنگی کوچک وجود دارد، در قلعه خیبر از این سنخ، منتها در بزرگ بوده که با اسب و قاطر هم با شتر هم رفت آمد میکردن. این درهایی که در اینا را مربوط به همین مراکز عبادی یهودی هاست، درهای سنگیز کوتاه که باید بری باید کمر خم کنی، دیگه اسب که کمرشو خم نمیکنه، شتر که کمرشو خم نمیکنه، که این از دریست که وقتی حضرت در رو که از جا کنده است، لشکریان رفتن داخل، نگفتن که از اسب پیاده شید سرتون به سقف میخوره یا به مثلا چارچوب در میخوره. اون کسی که به قوت ربانی در رو کنده، پل درست کرده، با دستش نگه داشته، سپاه اسلام وارد قلعه شده، اون همان است.
موردی را اگر با دلیل قطعی و یقینی تونستیم استثناء کنیم فبها، و الا حق نداریم خلاف ادب کنیم و خلاف عقل و خلاف ایمان نسبت به امیرالمؤمنین و خلاف جایگاه آن حضرت نسبت به اون حضرت نسبت بدهیم، بگیم آره اومدن علی عزو الله آب به گردنش انداختن، سخن معقول و مقبول نیست. چنان که در موارد دیگر هم، یکی از ایرادهایی که در، حالا این رو دیگه تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم، یکی از ایرادهایی که در عرف تشیع رواج پیدا کرده اینه که گریستن بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام را غایت میدانند و هدف میدانند، نه طریق و راه. خیال میکنن موضوعیت داره. چون این گونه است، بالاخره خب وقتی کسی چنین اعتقادی داشته باشه، هر جوری که هست میخواد که مؤمنان را بگریاند تا از طریق این گریه به کمال و شایسته خودش برسد، به سعادت برسد. خب ابتدا نقل‌های مستند را میگوین، روایات موثق را، که خب داریم تعدادی روایات که از امام سجاد علیه السلام، از امام باقر، از امام صادق علیه السلام، از حضرت زینب، اینا نقل ها اینجوری داریم. ولی این که نقل ها اینجوری داریم سند دارد یا سند ندارد، اینا جز، همچنان که ما در فقه باید این گونه موارد رو دقت کنیم، در حوزه هایی که مربوط به جایگاه پیامبر و خاندان پیامبر هست و به شؤونات اونها ارتباط داره، اگر خواستیم به روایات مراجعه کنیم باید روایات کاملا مستند باشد و موثق باشد. تازه اینا خدمتتون عرض کنم که تازه موثق که باشد خلاف عقل باشه، اینا روایت واحدن، خبر واحد هم در غیر حوزه فقه هیچ دلیلی بر حجیتش وجود ندارد. تازه در حوزه فقه رو هم تو این 150 سال اخیره که دیگه اصرار میکنن و اتفاق دارن، اونم به دلایلی استناد میجوین که ممکنه که دلایلش دلایل قابل توجهی نباشه، و گمان بنده اینه که دلایلشون تقریبا میشه گفت همش نقد پذیر هست. ولی برفرض که باشه در حوزه فقه هست، در حوزه فروعات، اما در حوزه اعتقادات، در حوزه کمالات و شؤون پیامبر و خاندان پیامبر نمیتوان به اخبار آحاد استناد جز. تا چه رسد به این که اصلا خبری وجود ندارد، فلان مورخ در فلان جا گفته است، گفته باشد. این که او چه دیده است و چه نقل کرده است و اون دیگری چه نوشته است و ما چه میخوانیم و چه میفهمیم، اینا رو باید توجه داشته باشیم. در هر صورت خلاف ادب و سوء ادب نسبت به خدای متعال روا نیست، نسبت به انبیا و اولیا روا نیست. بسیاری از اعتقاداتی رو که بسیاری از مؤمنین دارن خلاف ادب است نسبت به خدای متعال. حالا یه نمونهشو خدمتتون عرض کردم، بقیه مواردش هم موارد متعدد دارن، حالا نمیشه گفت همه موارد اعتقادات این گونه است، اما بسیاری از موارد، کسی که خدا میگه خدای متعال هست، خدای متعال ما را خلق کرده است و حول و قوه و توان و اراده و مانند اون ابزار و وسایل در اختیارمون قرار داده است و فرمود که ببینم چه کار میکنی، او نظارت میکند، تماشا میکند، این حداقل سوء ادب است. اگه کسی توجه داشته باشد این کفر است، کفر قطعی است، به خاطر اینکه او دخالت خدای متعال رو در ذره ذره عالم هستی انکار میکنه. میگه مثل کسی است که ماشین و سویچ به ما داده، میگه خیلی خب برو کو یه کمی جلو من برو ببینم که درست رانندگی میکنی، خیالم راحت باشه که ماشین بهت میدم میری شهرستان یا نه. این وقتی میگه که برو قدم بزنی، دیگه من دیگه الان دخالت نمیکنم. نفی دخالت آن به آن، لحظه به لحظه، جزء به جزء خدای متعال در مجموعه عالم هستی، این کفر مسلم است. اگه کسی به این ظرافت ها توجه نداشته باشه و فهم نداشته باشه، حداقل سوء ادب است. اینکه خدا نگاه میکند تا ما چی کار میکنیم، تماشا میکند، بعد هم میگه حالا فعلا برو، برو یه جایی یقه تو خواهم گرفت. وقتی که خدای متعال ناسیه همه موجودات در دست اوست، ناسیه نه پیشانی، که پیشانی که نمیشه به دست گرفت، که اگر خدای متعال میفرمود یقتون دست منه، دستتون دست منه، پس گردنتون رو من دارم، پاچتون رو من دارم، اینا درسته، اما پیشانی که دیگه نمیشه داشته باشه، که پیشانی هویتتان، حقیقت و وجودتان در اختیار من است. کسی که هویت و حقیقتش در اختیار خدای متعال هست و خدایی که همه انان افراد را
جزئیشون، کلیشون، ظاهرشون، باطنشون، همه اینها در اختیارشون هست. اینها رو نمیتوان گفت که ما رهاتون کردیم، فقط اون پایان خط یه جای مخفی شدیم. ان ربک لبالمرصاد، این ان ربک لبالمرصاد رو باید بر اساس عقل و خرد تفسیر کنیم، به گونه ای تفسیر کنیم که در شأن خدای متعال باشد، حداقل سوء ادب نسبت به خدای متعال نباشد. این که خدای متعال سر مردم رو کلاه بگذاره، خب این با ما فرقی نکرد که این مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین معنا دارد. این که الله یستهزئهم و یمدهم فی طغیانهم این معنا دارد. اگر به این معنا بدونیم که خدای متعال یک کاری که ما انجام میدیم مسخرمون میکنه، دستمون میندازه و بعد هم شروع میکنه مثلا خندیدن یا لذت بردن یا سرور داشتن و مانند اینها، این تعبیرها رو باید توجه داشته باشین، حد اقلش سوء ادب نسبت به خدای متعال هست. بیشترش هم اینه که اینا یا به شرک می انجامد یا به کفر می انجامد، چیزی از پیش خودمون اضافه کرده باشیم در کنار خدای متعال، مانند این تعبیرهایی که در مکر و استهزاء و عامه خلق میگن، اینا شرک هست. جاهایی هم که انکار کرده باشیم و چیزی را از خدای متعال کم کرده باشیم، مانند که میگیم که به ما گفته برو ببینم چه کار میکنی، ملائکم دو تا ملکم گذشته تون تون بنویسید، بعد حسابشو کتابشو بیارین، یا من میخونم یا خودش بخونه، اینا کفر هست. البته برای کسانی که بفهمند، اما کسانی که اهل این گونه دقت ها و ظرافت ها نباشن، البته دیگه سوء ادب هست، بی ادب.